سلام بر شما به برنامه امروز ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. در این برنامه به نامه آیت الله علی محمد دستقب نماینده استان فارس در خبرگان رهبری درباره نظارت استصوابی خواهیم گفت. نگاهی خواهیم داشت به اظهارات آیت الله خامنه‌ای در جمع اعضای دولت. از نامه 200 ژنرال و دریادار بازنشسته ارتش آمریکا خواهیم گفت که از کنگره این کشور خواستند تا به توافق اتمی با ایران رأی منفی دهند و گزارش هم داریم از دستگیری عامل بمب‌گذاری الخبر عربستان در سال 96. با ما همراه باشید. در حالی که بحث میان مقامات دولت حسن روحانی و منصوبان رهبر جمهوری اسلامی در مورد موضوع نظارت شورای نگهبان بالا گرفته، آیت الله علی محمد دستقب نماینده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری و از مراجع تقلید منتقد حاکمیت نتیجه نظارت استصوابی را خفقان خواند و نمونه بارز چنین نظارتی را ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دانست. وی گفته اگر مردم شکایتی از شورای نگهبان داشته باشند باید به چه مرجعی شکایت کنند؟ چند روز پس از اعتراض منصوبان رهبر جمهوری اسلامی به اظهار نظر حسن روحانی درباره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، آیت الله علی محمد دستقب نماینده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری نتیجه نظارت استصوابی را خفقان خواند. به گزارش وبسایت کلمه، این مرجع تقلید مقیم شیراز همچنین یک نمونه بارز نتیجه نظارت استصوابی در ایران را ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دانست که به گفته او فسادهای دینی، اخلاقی و اقتصادی دولتش ظاهر شده است. و روز چهارشنبه 4 شهریور ماه در نامه خطاب به اعضای شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری تاکید کرده از جمله نتایج سوء نظارت استصوابی کوتاه کردن دست مجتهدین و علمای عظام از مشارکت در نظام و بیخبر گذاشتن آنها از آنچه می‌گذرد و بریدن زبان انتقاد از آنهاست. آقای دستقب در ابتدای نامه خود این پرسش را مطرح کرده که آیا بعد از 26 سال نباید منافع نظارت استصوابی معلوم شود؟ چند درصد مردم استمرار این نظارت استصوابی را طالب هستند؟ شورای نگهبان در نتیجه انتخابات مجلس چهارم و پس از تغییر قانون انتخابات ایران نقش نظارتی خود در انتخابات مجلس را استصوابی اعلام کرد و در هر دوره از انتخابات مجلس صلاحیت شماری از داوطلبان را به دلیل احراز نشدن شرایط از طرف آنها رد کرده است. بر اساس تفسیرهای پیشین اعضای شورای نگهبان، نظارت استصوابی شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت نامزدها می شود. آقای دستقب در نامه خود نتیجه نظارت استصوابی را خفقان ذکر کرده و نمونه بارز آن را سالهای 84 تا 92 یعنی دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد دانسته است. به گفته او شخصی که از نظر قانون اساسی شرایط ریاست جمهوری را نداشت بر مردم ایران تحمیل شد. این مرجع تقلید با اشاره به تبلیغ اعضای شورای نگهبان برای پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، سپاه پاسداران و تمام ارگانهای مربوط را متهم کرد که با استفاده از اموال دولتی یا به گفته او بیت المال اکبر هاشمی رفسنجانی را در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 تخریب کردند. می تأکید کرده است که این نهادها در نهایت با سرکوب مردم و زندانی کردن و حصر مخالفان و تهمت زدن به افراد متعهد و متخصص به عنوان ضد انقلاب، ضد ولایت فقیه، وابسته به خارج و ایجاد فتنه و فتنه‌گر راه را برای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 88 هموار کردند.
آقای دستقیب، همچنین سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، حراست ادارات، قوه قضاییه و نیروی انتظامی را متهم کرده که با تمام قدرت برای حمایت از پیروزی احمدی نژاد به میدان آمدند و به فساد مالی از کار افتادن چرخ اقتصاد و خالی شدن ذخایر در دولت او هیچ اعتراض نکردند. نماینده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرده مجلس شورای اسلامی و خبرگان هم که به وسیله نظارت استصوابی تعیین شده بودند و باید تابع می بودند. می اضافه کرد امروز که آن همه فسادهای دینی و اخلاقی و اقتصادی آن دوره ظاهر شده، اگر بخواهند محاکمه کنند نمی توانند، زیرا کسی که مورد حمایت قوه قضاییه بوده و به دستور عمل کرده چگونه قوه قضاییه وی را محاکمه کند؟ ناچارند بگویند آقا شاکی ندارد و پرونده مختوم است. بر اساس گزارش ها حداقل 6 عضو از 12 عضو شورای نگهبان که وظیفه نظارت بی‌طرفانه بر انتخابات را دارند، در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از محمود احمدی نژاد حمایت کردند. معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نیز بارها نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی و از جمله سپاه پاسداران را به دخالت در این انتخابات به نفع محمود احمدی نژاد متهم کردند. آقای دستقیب در انتهای نامه خود تاکید کرده چنانچه مردم و بزرگان دین از شورای نگهبان شکایت داشته باشند، به کجا و چه کسی شکایت کنند؟ از قوه قضاییه به کدام مرجع شکایت کنند؟ اگر از سرداران سپاه و اطلاعات و نمایندگان مجلس شکایت داشته باشند، به کجا شکایت برند؟ نامه آقای دستقیب در حالی منتشر شده است که موضوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در هفته گذشته موضوع بحث مقامات دولت حسن روحانی و منصوبان رهبر جمهوری اسلامی بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از این گفته بود شورای نگهبان ناظر است نه مجری و افسوده بود کسی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا خیر هیئت اجرایی است. این سخنان واکنش شدید تعدادی از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی از جمله فرماندهان سپاه پاسداران و امامان جمعه را به دنبال داشت. در همین حال صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه دوم شهریور ماه با متهم کردن حسن روحانی به بیان حرفهای عوامانه از شورای نگهبان خواست تا در مسئله انتخابات که سرنوشت کشور است محکم بایستد. آقای دستقیب در بخش دیگری از نامه خود نوشته آن شخصی که در نیروی انتظامی بوده و به دستور کار کرده و حالا متهم به فساد است چگونه وی را محاکمه کنند؟ باید به نحوی مسکوت بماند. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت ماه در گزارشی علت برکناری اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پیشین نیروی انتظامی را کشف یک فساد مالی 1200 میلیارد تومانی در این بنیاد ذکر کرد و از بازداشت یکی از اعضای خانواده او خبر داد. آقای احمدی مقدم نیز فساد اقتصادی در شرکت قدر از زیرمجموعه‌های این بنیاد را تایید کرد و ضمن تکذیب گزارش‌ها درباره بازداشت خود و بستگانش، افراد دست‌اندرکار در این فساد را تلویحاً به انتشار این گزارش‌ها متهم کرد. آیت الله خامنه‌ای که تاکنون به صراحت نظر خود را درباره متن توافق هسته‌ای وین اعلام نکرده، در سخنرانی روز چهارشنبه 4 شهریور ماه خود گفت پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای یکی از کارهای بسیار مهمی است که انجام شده و امیدواریم که اگر در این زمینه برخی مسائل و مشکلاتی هم وجود دارد برطرف شود. رهبر جمهوری اسلامی خواستار توجه دولت حسن روحانی به آنچه دشمنی آمریکا و اسرائیل خوانده است شد و تاکید کرد که این دشمنی کم نشده است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای کابینه 11 خواستار توجه دولت حسن روحانی به آنچه دشمنی آمریکا و اسرائیل خوانده است شد و تاکید کرد که این دشمنی کم نشده است. این اظهارات که روز چهارشنبه 4 شهریور در پایگاه اطلاع رسانی آقای خامنه ای منتشر شده حاوی اشاراتی به توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی است و رهبر جمهوری اسلامی خطاب به هیئت وزیران ایران گفته که وی نسبت به بی‌توجهی احتمالی مسئولان کشور به اهداف دشمنان نگران است و در این باره دغدغه دارد.
آیت الله خامنه ای در این باره گفته است از اول انقلاب تا امروز دشمنی صهیونیست ها و آمریکایی ها با انقلاب و جمهوری اسلامی کم نشده است و این واقعیت نباید به هیچ وجه در ذهن مسئولان کم رنگ شود. آقای خامنه ای حدود 10 روز قبل نیز با تکرار مواضع خود علیه ایالات متحده عنوان کرده بود که آمریکا از طریق توافق اتمی به دنبال راهی برای نفوذ در کشور بوده و جمهوری اسلامی اجازه این نفوذ را نمی دهد. رهبر جمهوری اسلامی تا کنون به صراحت نظر خود را درباره متن توافق هسته‌ای وین اعلام نکرده، اگرچه سخنان پیشین او با تقدیر از هیئت مذاکره کننده ایرانی همراه بوده است. وی در سخنرانی روز چهارشنبه خود نیز بار دیگر به توافق هسته‌ای اشاره کرد و در این باره اظهار داشت: پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای یکی از کارهای بسیار مهمی است که انجام شده و امیدواریم که اگر در این زمینه برخی مسائل و مشکلاتی هم وجود دارد برطرف شود. پیش از این حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه ای در مؤسسه روزنامه کیهان گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی از متن توافق هسته‌ای راضی نیست این مسئله، اما انتقاد معاون فرهنگی اجتماعی فرمانده کل سپاه پاسداران را به دنبال داشت که اظهار داشت آقای شریعت مداری اصرار دارد بگوید رهبر جمهوری اسلامی مثل او فکر می کند. با این حال علی خامنه ای قبلاً تأکید داشته که موضع جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا حتی بعد از توافق هسته‌ای تغییر نکرده است. وی اظهار داشت باید در هر شرایطی در اتخاذ مواضع انقلابی صراحت داشت و صریح و بدون رودربایستی در مقابل دشمن مواضع انقلاب و مبانی امام را بدون ترس و خجالت بیان کرد. اگر غفلت شود ناگهان متوجه می شویم که دشمن در جاهایی رخنه کرده و مشغول کارهای خطرناک فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است. بنابراین باید کاملا مراقب باشیم. این اظهارات در حالی مطرح می شود که جمهوری خواهان و برخی دموکرات های کنگره آمریکا به مخالفت با توافق هسته‌ای وین برخاستند و کنگره به زودی درباره این توافق اعلام نظر می کند. آقای خامنه ای به گزارش های دولت درباره اقتصاد مقاومتی گفت برخی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیست و برخی هم کارهای جاری دستگاه هاست که جز فعالیت های اقتصاد مقاومتی آمده است. وی افزود اگر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیازمند الزامات حقوقی و قانونی و قضایی نیز باشد، مجلس و قوه قضاییه آمادگی همکاری را دارند. رهبر جمهوری اسلامی خطاب به اعضای هیئت دولت گفت هیچ برنامه اقتصادی غیر منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار ندهید و برنامه ششم توسعه را نیز سریع‌تر و بر همین مبنا تدوین کنید. پیش از سخنان آقای خامنه ای، آقای روحانی عملکرد 2 ساله دولت خود را شرح داد. آقای روحانی گفت دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا به وعده های داده شده عمل کند که از جمله آنها کاهش تورم نقطه به نقطه 11.5% و تورم 12 ماهه به 13.8% است. آقای روحانی گفت خروج از رشد اقتصادی منفی و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت 3 در سال 93 نشانه بارز خروج از رکود است و امیدواریم امسال نیز رشد مثبت اقتصادی ادامه یابد. آقای روحانی اهتمام بر حقوق شهروندی و رعایت حقوق همه اقوام و مذاهب را از دیگر اقدامات دولت برشمرد. رئیس جمهور در خصوص عملکرد دولت 11 در سیاست خارجی گفت تیم مذاکره کننده هسته‌ای هیچگاه منفعل نبود و مستقل و شجاعانه از منافع ملی، عزت ملی و قدرت دفاعی کشور دفاع کرد و کار بزرگی را انجام داد.
آقای روحانی حفظ فناوری هسته‌ای و تجاری سازی آن، لغو قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت در مورد ایران، برداشته شدن تحریم‌های مالی و اقتصادی و خروج پرونده ایران در 10 سال آینده از شورای امنیت را از دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای برشمرد و گفت اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که نام آن را باید بازدارندگی حقوقی گذاشت. رئیس جمهور همچنین با اشاره به اقدامات دولت 11 در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سلامت، برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ماه امسال را از مهمترین مسائل پیش روی دولت دانست و گفت دولت خود را مقید به قانون می‌داند و برای همه نهادهای مرتبط با انتخابات احترام قائل است. اما 200 ژنرال و دریادار بازنشسته ارتش آمریکا در نامه خطاب به کنگره این کشور از نمایندگان خواستند تا به توافق اتمی با ایران رأی منفی دهند. دو تن از کسانی که در ماجرای مکفارلین بودند نیز میان امضا کنندگان هستند. نزدیک به 200 ژنرال و دریاسالار بازنشسته ارتش آمریکا در نامه‌ای به کنگره این کشور از قانونگذاران آمریکا خواستند تا به توافق اتمی با ایران رأی منفی دهند. امضا کنندگان این توافق را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا دانستند. به گزارش واشنگتن پست این نامه ادامه کمپین‌ها و تلاش‌هایی است که از سوی دانشمندان هسته‌ای، خاخام‌های یهودی، کارشناسان کنترل سلاح و منع گسترش تسلیحات اتمی و حالا بازنشستگان ارتش آمریکا در موافقت یا مخالفت با توافق اتمی ایران تاکنون انجام شده است. بسیاری از امضا کنندگان این نامه در دهه 1980 با بخش‌های مختلف نهادهای دولتی آمریکا کار کردند. این نامه خطاب به رهبران جمهوری‌خواه و دموکرات‌های سنا نوشته شده و در حقیقت واکنشی است به نامه 36 افسر بازنشسته ارتش آمریکا که هفته گذشته در حمایت از توافق اتمی با ایران منتشر شد. نویسندگان نامه اخیر مدعی شدند که توافق با ایران می‌تواند ایران را خطرناکتر، خاورمیانه را بی‌ثبات‌تر و تهدیدهای تازه‌ای برای منافع آمریکا و متحدانش ایجاد کند. امضا کنندگان این نامه از طیف‌های گوناگون هستند، از ژنرال‌های بازنشسته تا افسران نیروی دریایی در رده‌های مختلف. برخی از آنها نیز در زمان کارشان در برخی از مناقشات عمومی شرکت داشتند. یکی از آنها به نام ژنرال ویلیام جری بویکن جانشین معاون وزیر دفاع در زمان جورج بوش بوده است. وی در آن زمان چندین سخنرانی جنجالی داشت. در یکی از این سخنرانی‌ها این ژنرال جنگ ارتش آمریکا علیه اسلام‌گرایان را نبرد مسیحیان با شیطان نامید. دو نفر دیگر از امضا کنندگان این نامه ژنرال ریچارد سیکرت و دریادار جان پوینکستر هر دو در قائله ایران کنترا در زمان ریگان دخیل بودند. ایران کنترا یا ماجرای مکفارلین مربوط به فروش پنهانی اسلحه از سوی آمریکا به ایران در فاصله سالهای 1985 تا 1987 است که در ازای آن ایران برای آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در لبنان کمک کرد. دولت ریگان پول فروش این تسلیحات را به طور پنهانی در اختیار ضد انقلابیون نیکاراگوئه موسوم به کنترا می‌گذاشت. طبق قوانین آن زمان آمریکا کمک به ضد انقلابیون نیکاراگوئه ممنوع بود و ایران نیز در لیست تحریم تسلیحاتی آمریکا قرار داشت. در میان امضا کنندگان این نامه افرادی هستند که با هر دو دولت دموکرات و جمهوری خواه کار کردند و فصل مشترک آنها در این نکته است که همه آنها توافق اتمی با ایران را تهدیدی برای منافع آمریکا در منطقه و نیز امنیت ملی این کشور می‌دانند. برخی از امضا کنندگان این نامه نیز تنها آن را به دلیل مخالفت با نامه 36 ژنرال بازنشسته در حمایت از توافق اتمی ایران امضا کردند. یکی از امضا کنندگان این نامه دریادار لئون بادادنی بود که گفته بود من نامه قبلی را دیدم و به نظرم بسیار ضعیف بود. من فقط می‌خواهم با آن نامه مخالفت کنم. وی به برخی از افسران تحت فرمانش و نیز دوستانی که در نیروی دریایی دارد ایمیل زده و از آنها خواسته است که از نامه مخالفت با توافق اتمی ایران حمایت کنند.
ژنرال توماس مک اینرنی، فرمانده بازنشسته نیروهای هوایی آمریکا در اروپا و یکی از امضا کنندگان این نامه درباره توافق اتمی ایران گفته است، رهبر اصلی نیروهای اسلامگرای تندرو در تمام دنیا ایرانیان هستند. آنها در صدد گسترش اسلام رادیکال در منطقه و در تمام دنیا هستند و حالا ما آنها را قادر می‌کنیم تا سلاح اتمی داشته باشند. واقعاً چرا ما باید این کار را بکنیم؟ وی همچنین مدعی شده که بسیاری از ژنرال‌های بازنشسته مخالف توافق اتمی هستند، اما به دلیل ترس از عواقب منفی این کار این نامه را امضا نکردند. این نامه روز چهارشنبه چهارم شهریور ماه منتشر شده و تعداد امضا کنندگان آن از روز سه‌شنبه تا چهارشنبه دو برابر شده است. با این حال یکی از امضا کنندگان این نامه به واشنگتن پست گفته نه اعلام مخالفت و نه اعلام موافقت با توافق اتمی ایران از طریق چنین نامه‌ها و کمپین‌هایی نمی‌تواند بر نظر و رأی نمایندگان کنگره آمریکا تأثیر بگذارد. به نظر او این نامه‌ها تنها انعکاس نظر مردمی است که نگران کشورشان هستند. برای نخستین بار در تاریخ ترکیه نمایندگان یک حزب طرفدار کردها در دولت عضویت خواهند داشت. این دولت انتقالی مسئولیت اداری ترکیه را تا زمان برگزاری انتخابات زود هنگام در اول ماه نوامبر 2015 به عهده خواهد گرفت. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه چهارم شهریور از سه نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها برای حضور در دولت موقت دعوت کرد. نخست وزیر ترکیه بعد از شکست در رایزنی با مخالفان برای تشکیل دولت ائتلافی روز سه‌شنبه سوم شهریور برای تشکیل دولت انتقالی مأمور شد. احزاب بر اساس تعداد کرسی‌هایی که در پارلمان به دست آوردند در نخستین دولت موقت تاریخ ترکیه عضویت خواهند داشت. آنها تا ساعت 6 بعد از ظهر روز پنجشنبه پنجم شهریور مهلت دارند تا موافقت یا مخالفت خود را با پیشنهاد داوودوغلو اعلام کنند. بر اساس قوانین کشور ترکیه رئیس پارلمان این کشور تعداد اعضای احزاب در دولت انتقالی را بر اساس تعداد نمایندگان آنها در پارلمان تعیین می کند. در انتخابات پارلمانی ترکیه حزب حاکم عدالت و توسعه 41% آرا را کسب کرد و نتوانست نیمی از 550 کرسی پارلمان را که برای تشکیل دولت ضروری است به دست بیاورد. حزب جمهوری خواه خلق 25%، حزب حرکت ملی 16% و حزب دموکراتیک خلق ها که به عنوان حزب کردها شناخته می شود نیز 13% آرا را به دست آوردند. بر این اساس حزب حاکم عدالت و توسعه 11 پست را برای خود، 5 وزارتخانه را برای حزب جمهوری خواه خلق و 3 وزارتخانه را هم برای هر یک از احزاب حرکت ملی و دموکراتیک خلق ها اختصاص داده است. احزاب جمهوری خواه خلق و حرکت ملی پیشنهاد نخست وزیر ترکیه را رد کردند، اما حزب دموکراتیک خلق ها اعلام کرد که پیشنهاد داوودوغلو را میپذیرد. دولت موقت یا انتقالی در ترکیه بر اساس قانون اساسی این کشور 3 ماه انجام وظیفه خواهد کرد و ظرف این مدت زمینه را برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی فراهم خواهد آورد. این دولت بر اساس قانون اساسی کشور نیازی به رأی اعتماد پارلمان ترکیه ندارد. داوودوغلو از علی حیدر کنجا، کارمند سابق دولت، لونت توزل نماینده جناح چپ و مسلم دوغان نماینده اقلیت علوی از حزب دموکراتیک خلق‌ها برای حضور در دولت موقت دعوت کرد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، وزارت جوانان و ورزش، وزارت منابع آب و جنگلداری و همچنین وزارت مربوط به امور اتحادیه اروپا به حزب طرفدار کردها پیشنهاد شده است. روزنامه حریت می‌نویسد نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها که نخست وزیر ترکیه از آنها برای حضور در دولت موقت دعوت کرده، مواضع تند ملی‌گرایی کردی ندارند. حزب دموکراتیک خلق‌ها تنها حزبی خواهد بود که در هیئت دولت موقت حضور پیدا خواهد کرد و شریک حزب حاکم عدالت و توسعه در این دولت خواهد بود. به گفته کارشناسان حضور نمایندگان این حزب در دولت انتقالی می تواند اعتبار این حزب را بیشتر کند. از سوی دیگر آن بخش از رای دهندگان با گرایش ملیگرایی ترک را هم به سوی حزب ملیگرایی حرکت ملی سوق دهد. به نوشته روزنامه حریت
این بدترین سناریو برای داوود اوغلو و حزب عدالت و توسعه خواهد بود. در صورت رد دعوت‌های به عمل آمده از سوی نخست وزیر ترکیه، پیشنهاد تصدی پست وزارتخانه‌ها به نمایندگان مستقل داده خواهد شد. طبق قانون اساسی ترکیه، دولت موقت یا انتقالی باید تا روز شنبه 7 شهریور 29 اوت تشکیل شود. در ادامه مجادلات درباره نهادی که قرار است برجام را تصویب کند، مجید تخت‌روانچی معاون وزارت امور خارجه تاکید کرد نیازی به تصویب برجام توسط مجلس نیست، چرا که برجام ماهیتی مانند یک پروتکل و یک معاهده بین‌المللی ندارد و طرف‌های ما در این توافق نیز برجام را تصویب نمی‌کنند. وی گفته که برجام در شورای عالی امنیت ملی تصویب خواهد شد و به تایید رهبری خواهد رسید. مجید تخت‌روانچی معاون وزارت امور خارجه تاکید کرد نیازی به تصویب برجام توسط مجلس نیست. آقای تخت‌روانچی که روز چهارشنبه 4 شهریور برای دیدار با مراجع به قم رفته بود گفت این دیدارها در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای و دیگر مسائل صورت گرفت و گزارشی از مذاکرات و شرحی از وضعیت کنونی و روند کارها به مراجع اعزام ارائه شد. آقای تخت‌روانچی در مورد همکاری وزارت امور خارجه با کمیسیون ویژه برجام مجلس گفت تاکنون این کمیسیون مشغول کارهای داخلی خود از جمله انتخابات هیئت رئیسه و نحوه جلسات بود که تا امروز هیچ جلسه ای نداشته ایم، اما آمادگی خود را اعلام کرده ایم. همانطور که بعد از بازگشت از وین جلسات متعددی در کمیسیون‌های مختلف مجلس داشته ایم و به سوالات نمایندگان پاسخ داده ایم، با کمیسیون برجام نیز هرگاه تشخیص دهند که نیازی به حضور نمایندگان وزارت خارجه باشد جلساتی خواهیم داشت. آقای تخت‌روانچی گفت فکر می‌کنیم نیازی به تصویب برجام توسط مجلس نیست، چرا که اگر این کار صورت بگیرد مانند قوانین داخلی خودمان خواهد شد. وی افسود برجام ماهیتی مانند یک پروتکل و یک معاهده بین المللی ندارد و طرف‌های دیگر ما یعنی 6 کشور دیگر هم برجام را تصویب نمی‌کنند. معاون وزیر امور خارجه گفت بر اساس مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی داشته، شورای عالی امنیت ملی نیز بر همان اساس کار خود را پیش می‌برد و فکر می‌کنیم اگر همین مسیر پیموده شده و شورای عالی امنیت ملی برجام را تصویب کند و به تایید رهبر معظم انقلاب برسد، سیر قانونی در کشور ما طی خواهد شد. آقای تخت‌روانچی گفت نمیتوان به مجموعه برجام چیزی افزود یا از آن کم کرد. کل آن یا باید پذیرفته شود یا نشود و چیزی که در کشورهای دیگر هم رخ می‌دهد همین است. در آمریکا نیز برجام برای تایید به کنگره نرفته، بلکه برای این منظور به کنگره ارسال شده که شاید بخواهند به آن رأی منفی بدهند. آقای تخت‌روانچی در واکنش به سوال خبرنگار دیگری در مورد بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران و رفتار دیگر کشورها همچون کانادا گفت از سوی کانادا علامتی دیده نشده و در ارتباط با انگلستان نیز خودشان سفارتشان را تعطیل کرده بودند و خودشان هم اظهار علاقه کردند دوباره آن را بازگشایی کنند که این کار عملی شد. معاون وزیر امور خارجه گفت هیچ شرطی برای بازگشایی سفارت انگلستان را قبول نکردیم و بنا نداریم که شرط و شروطی را از سوی کشوری قبول کنیم. آقای تخت‌روانچی در پاسخ به سوالی در مورد پیشبینی او از سرانجام برجام گفت پیشبینی در این زمینه دشوار است، اما کاری که ما در وزارت خارجه انجام می‌دهیم این است که اگر نمایندگان مجلس سوالی داشتند پاسخگو باشیم و در مورد شورای عالی امنیت ملی هم همین گونه است و در نهایت هر تصمیمی که نظام اتخاذ کند مجری آن خواهیم بود. خبرنگاران از آقای تخت‌روانچی در مورد اخبار مبنی بر گشایش مکدونالد و دیگر شرکت‌های غربی در ایران هم پرسیدند و معاون وزیر امور خارجه گفت هیچ خبری در این زمینه نیست و اینها بیشتر جنجال‌های خبری هستند. هیچ تحول خاصی در این زمینه نداشته ایم. وی افسود بعد از برجام طبیعی است که در فضای بین المللی سر و صداهایی بلند شود و این گونه شایعات هم در همین قالب هستند. برنامه‌های اقتصادی دولت و همکاری با کشورهایی که با آنها رابطه دیپلماتیک داریم روشن و شفاف هستند و غیر از آنها مطرح نیست.
هفته گذشته یک تبعی 48 ساله سعودی که مغز متفکر بمبگذاری الخبر عربستان در سال 96 معرفی شده بود دستگیر شد. به نوشته روزنامه از شرق الاوسط، نیروهای اطلاعاتی عربستان مخفیگاه وی در بیروت را کشف و او را بازداشت کردند. 20 سال پس از انفجارهای الخبر در عربستان سعودی، مقام‌های آمریکایی و سعودی اعلام کردند احمد مقصل، طراح اصلی این حملات، دستگیر شده است. به گفته مقام‌های امنیتی آمریکا و عربستان، المقصل حدود 2 هفته پیش هنگامی که از ایران به بیروت رفته بود دستگیر شده است. مقام‌های امنیتی سعودی گفتند 4 مظنون دیگر این بمب‌گذاری احتمالاً در ایران هستند. در سال 1996 انفجار در برج‌های الخبر محل سکونت نظامیان آمریکایی در زهران عربستان به کشته شدن 19 آمریکایی و زخمی شدن 500 تن دیگر منجر شد. آمریکا و عربستان از آن زمان ایران را به دست داشتن در آن انفجار متهم کردند، اما ایران این اتهام را رد می‌کند. روزنامه شرق الاوسط در گزارشی که روز چهارشنبه 4 شهریور ماه منتشر کرده نوشته آقای المقصل که شهروند سعودی است طوری تغییر قیافه داده بود که به سختی قابل تشخیص بود. این روزنامه به نقل از منابع آگاه سعودی نوشته است خدمه امنیتی عربستان اطلاعاتی درباره حضور این مرد 48 ساله در بیروت دریافت کرده بودند. جزئیاتی در مورد زمان و چگونگی بازداشت او در این روزنامه منتشر نشده است. آمریکا برای اطلاعاتی که به بازداشت یا محکومیت آقای المقصل منجر شود، 5 میلیون دلار جایزه تعیین کردند. آمریکا اعلام کرده است احمد المقصل سرکرده شاخی نظامی حزب الله سعودی موسوم به حزب الله حجاز به عنوان شاخی حزب الله لبنان در عربستان بوده است. آقای مقصل یکی از 13 نفری بود که نام آنها در ادعانامه‌ای در دادگاهی در ویرجینیا در سال 2001 مطرح شد. بنابر ادعانامه دادستان‌های آمریکایی، روز 25 ژوئن 1996 اعضای حزب الله حجاز تانکری مملو از مواد منفجره پلاستیکی را به داخل پارکینگی در مجتمع مسکونی برج‌های الخبر در نزدیکی شهر زهران بردند و منفجر کردند. در سال 2006 قاضی دادگاه فدرال به دولت ایران دستور داد 254 میلیون دلار غرامت به خانواده‌های 17 نفر از 19 آمریکایی کشته شده در آن حمله پرداخت کند. ایران در روند آن دادگاه شرکت نکرده بود. قاضی گفته بود با دیدن شواهد ماموران سابق FBI قانع شده است که بمب در وادی بقاع لبنان که در کنترل شبه نظامیان شیعه حزب الله است و گفته می شود سپاه پاسداران ایران در آن حضوری پررنگ دارد ساخته شده بود. قاضی دادگاه فدرال آمریکا در آن زمان همچنین نتیجه گیری کرده بود که حمله با تایید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. بنابر گزارش سایت العربیه، احمد المقصل بعد از انفجار خبر مخفی شده بود و اخبار غیر موثقی مبنی بر مرگ او در ایران منتشر شد. از سال 1997 مقامات سعودی استرداد احمد المقصل و 3 نفر دیگر را از ایران مطالبه کردند که متهم به دست داشتن در انفجار الخبر بودند. بنابر همین گزارش این 4 نفر در شمار 13 نفری هستند که شهروند پادشاهی سعودی هستند و به همراه 1 لبنانی به دست داشتن در این بمبگذاری متهم هستند. مقامات ایرانی همواره هر گونه مشارکت در حادثه بمبگذاری الخبر و ارتباط با متهمان آن را تکذیب کردند. بنابر گزارش‌ها، هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت ایران و حسن روحانی که در آن زمان ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت، سعی کردند تا ایران را از اتهامات دور نگه دارند و به این ترتیب تاثیر منفی این رویدادها بر روی روابط دو کشور کاهش یافت. اگرچه ریاض رسماً ایران را متهم به دست داشتن در بمبگذاری الخبر نکرده و در مقابل فشارهای آمریکا برای این کار مقاومت کرده است، اما آمریکا سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران ایران را در بکارگیری این متهمان و برنامه ریزی انفجار خبر مسئول می داند.
بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه‌های ما را می توانید در وبسایت ما با آدرس iranfardalive.com دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com/iranfardatvnetwork با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید. منتظر شما هستیم. تا درودی دیگر، بدرود.